سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان مصادره کتب شیعی در نمایشگاه کتاب قاهره را محکوم کرد. سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان شیرایس واچ طی بیانیه‌ای مصادره کتب شیعی حاضر در نمایشگاه بین المللی کتاب قاهره را محکوم کرد و آن را عملی ناپسند دانست. در بیانیه این سازمان مدافع حقوق شیعیان که نسخه از آن در اختیار شیعه ویوز قرار گرفته آمده است، عمل زشت و زننده نیروهای امنیتی مصر حدکه حرمت حقوق بشر و بیانگر اوج نفرت نجات پرستی و طایف گرایی در قبال شیعان اهل بیت علیه و سلام است. این سازمان به نقل از فعالان حقوق بشر در بیانیه خود ادامه داد. نیروهای امنیتی مصر با یورش به داخل نمایشگاه بین المللی کتاب قاهره ضمن مصادره و جمعوری کتاب های شیعان غرفه های آنها در این نمایشگاه را نیز هلوم کردند این نیروها به این گونه اقدامات فرق گرایانه بسنده نکردند و با اتهاماتی واهی مسئولین غرفه ها را بازداشت کردند این بیانیه ادامه داد از جمله کتاب های مصادره شده میتوان به اصول کافی کتاب نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام و کتاب 500 سوال در مورد حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام اشاره کرد سازمان جهانی دیدبان حقوق شییان در بیانیه خود تاکید کرد اعمال نیروهای امنیتی مصر مغایر با قوانین آزادی های خصوصی و عمومی است و به همگان ثابت می کند که احساسات شیعیان مصر در این کشور به بازی گرفته شده است این سازمان حقوق بشری در پایان بیانیه خود آورده است ما از دولت مردان مصر می خواهیم تا از این گونه اقدامات فرق گرایانه دست بکشند و عاملان و حامیان این گونه اقدامات را بازخواست و از کار برکنار کنند تا اثبات کنند که حقوق فرهنگی، فکری و اعتقادی برابر با قوانین بین المللی را به رسمیت می شناسند و از آن حمایت می کنند.